یک بیسوادی و یک جهالت، یک زلالت در میان امت از راه تشیع و تصوف اومده. دو راه داریم، یا شمشیر رو بکشیم همه رو بکشیم، این که نشد راه، یا این که با سخن همه رو روشن کنیم، بذاریم قلبها دست خداونده، خداوند هر کسی که هدایت میخواد هدایت میکنه، هر کسی که نه نه. جناب عالی را نگاه کن، میایید بحث میکنید، میری کتاب میخونید، این دلیل محبت خداوند بر شما. یکی دیگه از اول فوش میده میره. یا شیخ من در تایید حرفت، هر کتابی گفتی من رفتم خوندم بعد اومدم. اگر دیدی با این تاخیر اومدم چون میخواستم اون بحث رو بخونم بعد بیام. چند جلدشو خوندید؟ چی؟ اون بحثی که در مورد همین بحث تصوف و وحدت وجود و اینجور چیزها یه مقدار پراکنده پیدا کردم. آره نه نه، پراکنده پیدا نکن، بشین همطور که عرض کردم، وقت تو در سجلد اول بخصوص، در سجلد اول. آره من نشستم 36 جلد خوندم، باور کن برادر ارجمن، من از دانشگاه شرعی دمشق، یکی از قوی ترین دانشکده های کل شریعت، من فارغ التحصیل شدم. خب وقتی این کتابو خوندم، باور کن گفتم که از این کتاب من استفادهم کمتر از 4 سال دانشگاه نبود. این کتاب شاهکاره، این کتاب یک شمشیر، یک شاهکاره. ابن تیمیه انسان عادی نیست. و سه جلد اول رو بخون، و من الان اگه فرصت کنم، خدا از خدا میخوام که فرصت کنم بشینم این کتاب یک بار دیگه بخونم، این مجموعه عقاید اسلامی رو بررسی میکنم. شما این کتاب بخونید، اولا عقیده اسلامی رو به خوبی میشناسید، تصوف رو میشناسید، فرق رو میشناسید، شیعه رو میشناسید، جهمیه رو میشناسید، مرجعه رو میشناسید، اشعریت رو میشناسید، همه فرقه ها رو میشناسید. بعدش خودت دارت المعروف میشی انشاءالله. دقیقا با خوندن کسان جلو میره. الان من شما بعد شانسیمون اینه که در ایرانی، خب در ایران بودیم، در ایران این حرفا نیست. ببین شیخ، من همین مجبورم الان از اسکایپ زنگ بزنم که دیدی خارجی اوگیره. بله. نمیدونم خواهی چیز ها که نمیدونم چی جوری که همین کتاب آقای خامنه ای بر خوبی این کتاب همین بس که خامنه ای وقتی تو نمایشگاه دیدش انداختش بیرون دیگه، بعد از اون ممنوع شد. راحت میکنی؟ واو. اگر این کتاب شما خوندید، گنجی رو به دست آوردید که یک گنج علمی رو که خداوند انشاءالله به وسیلش تو رو سود زیاد برسونه. همچنین سلامت باشی. سلامت.